روحانی دست خالی از داووس باز خواهد گشت. مجمع جهانی اقتصاد در 22 ژانویه 2014 برابر با 2 بهمن 1392 در شهر کوچک داووس در کوههای آلپ سوئیس با حضور 2500 نفر از رؤسای دولت‌ها و کلان سرمایه‌داران آغاز به کار کرد. از آنچه که تاکنون از حرف‌های پنهان نمایندگان اقتصادی و سیاسی شرکت کننده در مجمع به بیرون درس کرده است، چنین برمی‌آید که این حضرات نگران فاصله طبقاتی نجومی ایجاد شده در جهانند. در روزهای منتهی به برگزاری این مجمع جهانی، یکی از خیریه‌های بزرگ به نام آکسفام در بریتانیا گزارشی از میزان این نابرابری را منتشر کرد. در گزارشی آمده است که 85 تن از ثروتمندترین افراد در جهان ثروتشان برابر با 50% از جمعیت فقیر جهان است که شامل 3.5 میلیارد انسان می شود. بر اساس گزارش مذکور از سال 2008 که بحران جهانی سرمایه اوج خودش را نشان داد، کلان سرمایه داران، میلیاردر و مولتی میلیونرها ثروت خود را به قیمت فقیرتر شدن چند میلیارد خانواده کارگری در جهان دو برابر کردند. سازمان جهانی کار نیز در همین روزها گزارش سالانه خود را منتشر کرد. بر اساس آن تعداد بیکاران ثبت و گزارش شده به این سازمان در سال 2013 5% افزایش یافته و به 202 میلیون نفر بالغ شده است. در گزارش پیش بینی شده است که بیکاری در سال 2014 بیشتر هم خواهد شد. مارتین وولف، تحلیلگر ارشد روزنامه مشهور و بورژوایی فاینانشال تایمز، با توجه به اوضاع مذکور یک هفته قبل از شروع مجمع داووس مقاله ای نوشت تحت عنوان کار به دستان شکست خورده آینده ما را به خطر انداختند. او در بخشی از مقاله با یادآوری انقلاب کارگری اکتبر 1917 در روسیه راجع به خطر وقوع یک انقلاب اجتماعی دیگر هشدار داد. او نوشت از سال 2008 به این طرف سیاستمداران و بانکداران با شکست پشت شکست خود را بی اعتبار کردند و بر خشم مردم به طرزی چشمگیر افزودند. وی در پایان مقاله‌اش نوشت کاربدستان باید بهتر کار کنند وگرنه آن خشم ما را منکوب خواهد کرد. یکی از نمایندگان سرمایه‌داران بریتانیایی شرکت کننده در مجمع داووس با توجه به این حقایق یکی از بانکداران ژاپن را ریشخند کرد. او خطاب به این بانکدار که از احیای روزهای خوش سپری شده در آینده سخن می‌گفت به طعنه پرسید راستی شما می‌توانی شب‌ها بخوابی جناب؟ آری، 2500 شرکت کننده در مجمع جهانی اقتصاد داووس در میان این چنین ترس و لرزی از شکل دهی نوین به جهان و سرمایه گذاری و آفریدن شغل سخن به میان آوردند. یکی از این کسان حسن روحانی بود. روحانی که رئیس یکی از فاسدترین دولت‌های بورژوایی در جهان است، به عبث بر این خیال است که در دنیای بحران زده کنونی می تواند سرمایه های کلان را به ایران تحت حاکمیت رژیم بحران زده تر جمهوری اسلامی جلب کند و در ایران و حتی منطقه و جهان موجب رونق شود. او بر مبنای این خیالات در سخنرانیش در روز پنجشنبه 3 بهمن کوشید با توجه به تسلیم رژیمش در مذاکرات هسته‌ای در ژنو و دادن قول همکاری در حل مسائل منطقه، کلان سرمایه‌داران و نمایندگان آنها را به انتقال سرمایه و تکنولوژی به ایران تشویق نماید. حکومت جمهوری اسلامی از زمان سرکار آمدن رفسنجانی در سال 1368 تا کنون در تلاش بوده تا از طرف کشورهای توسعه یافته سرمایه داری به عنوان یک طرف معامله در باشگاه جهانی سرمایه به رسمیت شناخته شود. اما تناقضات درونی رژیم و بحرانهای سیاسی پی در پی گریبانگیر آن نگذاشته است آنطور که باید و شاید دروازه خانیغمای استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر ایران بر روی کلان سرمایه داران باز شود. جمهوری اسلامی در طول حاکمیت خود نتوانست ساختار حقوقی و امنیت سیاسی و عملی لازم برای جلب سرمایه های بزرگ خارجی را تامین نماید. اکنون روحانی در بدترین موقعیتی که رژیم در آن گیر افتاده قصد عملی کردن شروط کلان سرمایه‌داران را دارد.
او با این امید به داووس رفته تا آنها را متقاعد کند سازشی که در ژنو به عمل آمده است جدی است و از این پس ایران به بهشت سرمایه گذاران تبدیل خواهد شد. وی کمپانی های چند ملیتی نفتی را به مشارکت در صنایع نفت و پتروشیمی فرا می خواند و به آنها وعده می دهد که شرایط لازم را برای استثمار نیروی کار ارزان و سود اندوزی برایشان فراهم خواهد ساخت. اما کلان سرمایه داران در دوره بحرانی کنونی جرأت ریسک کردن را از دست دادن و تا از عقب نشینی کامل رژیم و اجرای عملی توافقهای ژنو اطمینان حاصل نکنند، سرمایه خود را در کشوری که هنوز از میزان قدرت اجرایی رئیس جمهورش هم مطمئن نیستند به مخاطره نخواهند افکند. رویدادهای سالهای اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به آنها آموخته است که امنیت سرمایه گذاریشان در کشوری مانند ایران در گروه ثبات سیاسی است. اما ثبات سیاسی مورد نیاز کلان سرمایه داران در ایران از دو جهت در مخاطره است. نخست از جهت گسترش مبارزات اجتماعی بر علیه رژیم و در رأس آن گسترش اعتصابها و اعتراضهای کارگری و دوم از جهت کشمکش‌های داخلی رژیم بر سر قدرت که از همکنون دستن در کار سنگ‌اندازی بر سر راه عملی شدن توافق‌های ژنو هستند. دیدگان تیزبین کلان سرمایه داران هر دو سوی این مخاطرات را تشخیص می‌دهند و تا اطلاع ثانوی بهشت خود را در جای دیگری جستجو خواهند کرد. بورژواهای حاضر در جلسات مجمع جهانی داووس به دنبال چاره‌جویی برای مقابله با خطر طغیان خشم کارگران و مردم معترض در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستند و چنین خطری است که بنا به اعتراف سرمایه‌دار بریتانیایی خواب از چشمانشان ربوده است. آنها فعلا به فکر سرمایه گذاری در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که کل موجودیتش را بحران در بر گرفته است نخواهند بود و روحانی دست خالی از داووس باز خواهد گشت.